سلام به همه آبیا، اس‌اس‌یا، تاجیا و همه ایرانیا و فارسی زبانهای جهان، به کانال خودتون خوش اومدین. بریم با همدیگه روزنامه های امروز رو یه بررسی بکنیم و یه فایل صوتی جنجالی از علیرضا بیرانور در اومده که خیلی پشت پرده های آفساید پلیس رو افشا میکنه. تا آخر ویدیو هم با من همراه باشید، به خاطر اینکه یه افشاگری در مورد کل روزنامه های ایران هم گذاشتم براتون که میتونیم اثباتش کنیم. اولین روزنامه‌ای که با هم بررسی می‌کنیم روزنامه خبر ورزشی که خب یه عکس بزرگ از بیرانوند گذاشته و یه سری حرفا زده. کارهایی که فقط بیرانوند انجام داد، از ابراز علاقه به استقلال و تهدید پسرش به خودکشی، علی بیرو با تأخیر اعتراف کرد. 3 میلیارد خارج از قرارداد با پرسپولیس دریافتی داشتن. ببینین اون هوادار متمول و اون پولای عجیب و غریبی که ما میگفتیم که اینا دارن انجام میدن و سقفو دور می‌زنن، حالا که کارشون با بیرانوند بیخ پیدا کرده، بیرانوند داره یه سری آبروریزی‌ها براشون میکنه و اگر حکمی که کمیته انضباطی میده بر علیه بیرانوند و تراکتور باشه، مطمئن باشین اون 4 ماهی که بعد خونه بشینه خونه نشینی نمیکنه، شروع میکنه همه پشت پرده های آفساید پلیس رو میگه و تمام قانون شکنیاشون رو یکی یکی میگه که بعد ببینیم بر اثر این افشاگری ها چه حکمایی قراره بر علیه آفساید پلیس بدن، چون دیگه کاملا مشخصه که اونا جرمو مرتکب شدن. یه فایل صوتی بیرون اومده که یه متنی داره که من الان بر اساس اون میرم جلو، ببینین شما چه برداشتی میکنین، چون خود من یه مقداری به نظرم حرفاش دو پهلو بود، گنگ بود و قطعا اگر دادگاه بره میتونه این حرفا رو دقیق بزنه و حکم محکومیت و محرومیت آفساید پلیس از چندین پنجره نقل و انتقالاتی رو بگیره. حالا یه فایلی اومده بیرون، توش ببینیم دقیقا چی گفته. بیرانوند در این فایل صوتی تلاش میکنن تا روایت خود رو از وضعیت قراردادش با پرسپولیس و همچنین فسخ قرارداد ارائه داد. بیرانوند در این فایل صوتی میگوید بر اساس قوانین باشگاه میتواند 20% آپشن در قرارداد به گنجانت که مربوط به رضایت سرمربی، حضور در تیم ملی و حضور در 50% مسابقات را شامل می شود. اما موضوع پاداش ها فرق می کند. پاداش چیزی است که خارج از قرارداد پرداخت شده و چیزی حدود 3 میلیارد به هر بازیکن بوده است. تقریبا معنی حرفش این می شود. یعنی چی؟ الان آفساید پلیسی ها گفتن که آقا این قراردادش مثلا 20 میلیارد بوده، خب مثلا 20%ش میشه یه عددی، مثلا میگیم بخش 15%ش میشه 3 میلیارد. خب ما 3 میلیارد به این مثلا اومدیم پاداش دادیم. پاداش رو سر چی دادیم؟ سر این دادیم که مثلا مربی ازش راضی بوده، اینقدر بازی کرده، تیم ملی دعوت شده، از این حرفا. بیرانوند داره میگه نه خیر، این یه چیزه، یه چیز دیگه وجود داره به اسم پاداش که این پاداشه رو تو قرارداد هیچ کدوم از بازیکنان نیاوردن و این 3 میلیاردی که به بیرانوند حالا به امکان داره به یکی بیشتر به یکی کمتر داده شده باشه، خارج از قراردادا هزینه شده و جزء صف بودجه ارائه نشده و یه تخلف واضح رو آفساید پلیس انجام داده. بیرانوند سپس توضیح میداد که این 3 میلیارد شامل پرداختیایی است که حامیان مالی باشگاه به بازیکنان داشتن و در قرارداد نیامده است، اون هوادار متموله و اسپانسرای دیگه. ببین یه مقدار حواسشون رو جمع کنن، نهادهای نظارتی ببینن چه خبره تو این باشگاه. این برای اولین بار است که بازیکنی از پرسپولیس با سایر تیم‌ها چنین ندایی رو به زبان می‌آورد و میگوید بازیکنان یک تیم دریافتی خارج از قرارداد داشتن. طبیعیه دیگه، وقتی اینجوری باش می‌کنین اونم یه سری پشت پرده‌ها رو افشا می‌کنه. بیرانوند میگوید که بخشی از این پرداخت‌ها از حساب باشگاه پرسپولیس بود و پرسپولیس با استناد به همین موضوع آن را از قرارداد اصلی کسب کرده تا بتواند در کمیته تعیین وضعیت علیه او، یعنی خودش بیرانوند، حکم بگیرد. به عبارتی بیرانوند معتقد است که اسپانسرهای پرسپولیس به بازیکنان این تیم در قبال یا قابل پاداش حالا ارقامی را پرداخت کردند و حتی بخشی از آن حساب به باشگاه انجام شده که باشگاه پرسپولیس آن بخش از مبلغ که از حساب خودش واریز شده را از قرارداد بازیکنان کسب کرده است. تخلف توی تخلف. و حالا که این قضیه رو اومده، باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. اون کمیته وضعیت و اون کمیته انضباطی که اینقدر ادعاشون میشه و سری میرن بازیکنهای استقلال رو محروم میکنن، مثل سید حسین، مثل مرداد محمدی، خیلی دوست دارم ببینم حکمشون در مورد آفساید پلیس و درویش چیه. درویش کاملا مشخصه که نه، اصلا چهره درویش رو ببینین یاد چی میفتین؟ یه آدم دودوزباز، دروغگو، لومپن که قطعا قانون رو دور میزنه و به هیچ چیزی هم پایبند نیست. بعد ببینیم بالاخره این آدم رو کی افسارش رو میکشه و میبره جایی که باید باشه، به قولی میبندتش. ادامهش اگر بخوایم بگیم،
این بر عکسی از بلانکو آورده تو روزنامه خبر ورزشی پشت پرده مشکل مهاجم آرژانتینی استقلال الحاقیه‌ای که جلوی بازی بلانکو را گرفت. یه الحاقیه بلانکو داره که برای سال دوم 10 میلیارد قراردادش بالاتر میره و اگر اونو بذارن احتمالاً سقفو رد می‌کنی، برای همین باید قضیه درست بشه. حالا یا باید بلانکو بی خیالش بشه یا اینکه یه بازیکن دیگه خارج بشه. یه مقدار استقلال اون سقف قرارداد مشکل داره که درخواست هم دادن که سقف بالاتر بره برای موفقیتشون توی لیگ نخبگان. اگر اون 100 میلیارد اضافه بشه تمام بازیکن‌های استقلال سقط میشن. بالای اون رقیب پرسپولیس استقلال کاپیتان سیتی را می‌خواهد، کایل واکر در راه الهلال. الهلالی که دیشب النصر و کریس رونالدو رو به معنی واقعی کلمه له کرد و این همه بازیکن داره بازم دنبال بازیکن خارجی با کیفیته، اون وقت مسئولین احمق فدراسیون ما دنبال چی هستن؟ دنبال این هستن که سقف بودجه باید رعایت بشه، این انقدر نگیره، بازیکن خارجی این تعداد باشه و اینجوری تیم‌ها رو ضعیف بکنن مقابل پول‌هایی مثل الهلال. دیشب که بازی الهلال انجام شد این عکس در اومد که رونالدو خیلی خیلی ناراحت بود از شکست وحشتناکی که تیمش براش به وجود اومده بود. یعنی اصلا پاشیدن یکی جلو افتادن، در عرض فکر می‌کنم 17 دقیقه 4 تا گل خوردن و شانس آوردن که بیشتر نخوردن و الهلال نشون داد که خیلی خیلی با النصر متفاوته. بالا چلسی منچستر سیتی شاگرد و استاد همان گام اول. خب می‌دونید تو هفته اول لیگ برتر انگلیس چلسی و منچستر سیتی بعد بیدار هم برن ببینیم چی میشه. سمت راست بالا یکی از خبرهای مهم فوتبال ایرانه، انزونزی در اصفهان است، سپاهان در آستانه قرارداد با ستاره تیم ملی فرانسه. ببینید در مورد انزونزی خیلی صحبت داره میشه، من روزنامه صدای سپاهان رو هم امروز گذاشتم در موردش کامل صحبت میکنم، ولی بعد یه چیزی رو در جریان قرار بگیریم. به خاطر اینکه ببینین درسته که انزونزی بازیکن خوبیه، ولی اون بازیکن سطح یک تیم ملی فرانسه نیستا، بازیکن خیلی خوبیه قطعا هم به کارشون میاد، ولی واقعیتش اینه که شماره یک نیست. ولی حالا بعد ببینیم که میتونه برای سپاهان بدرخشه یا نه. روزنامه بعدی که با هم بررسی میکنیم روزنامه گله. بزرگترین نقطه ضعف پرسپولیس نداشتن بازی ساز است. سلطانی گوندوز نشان داد دروازه‌بان خوبی است. کجا رو دیده یا سلطانی من نمیدونم، چون ما دو تا رفلکس ازش دیدیم، اولی که 43 ثانیه گل خورد، دومی هم که یه ضربه سر زدن درازکش گرفت. هیچ ریاکشنی که نشون بده دروازه‌بان خوبیه یا نشون بده دروازه‌بانیه که مثلا مثل مانوئل نویر میتونه با پاش کار بکنه از عقب بازی سازی بکنه، هیچ کدوم از اینا رو ندیدیم. قطعا آی سلطانی با نظر هیئت مدیره و مخصوصا درویش داره یه مقداری ماسوالی میکنه که قضیه رو بخوابونه. هتریک نکونام، خوب و بد تاج، داوری حیدری، گل قهرمانی، مرد پارادوکسا. تو ویدیوی قبلی که در مورد مصاحبه نکونام صحبت کردم گفتم نکونام گل قهرمانی سال پیش داده، بایدم پای حرفش وایسه. این تیتر رو زمان تیتر غلطی نیست. کار ایرانی ها سخت‌تر شد، رویای محال قهرمانی در آسیا. با این وضعیتی که عربستانی‌ها دارن خرید میکنن و تیم میسازن، به نظر منم قهرمانی تو آسیا تقریبا محاله. خیلی ما دوست داریم آدمای خوشبینی باشیم، ولی واقعیتش اینه که اختلاف سطحمون خیلی خیلی دیگه زیاده. منتقدان از آبی پوشان بازی هجومی میخوان، استقلال تغییر کرده، اما تفکرات نکونام نه. ببینید تو بازی اولی که داشتیم مقابل شمس‌آذر، خریدایی که اتفاق افتاده بود و بازی کردن و اتفاقا هم خوب بازی کردن دقت کنین. خب بلانکو که نبود نسبت به پارسال، رامین رضاییان جای هردانی بود و اسلامی هم به تیم اضافه شده بود. خیلی فرق بزرگی با ترکیب پارسال نداشت. هنوز کاکوتا و اندونگ به ترکیب اضافه نشدن. تازه جلالی هم تو بازی نبود که خب زکیپور دفاعی نسبت به جلالی و توی خط حمله نمیتونست بهمون کمک بکنه. بنابراین با این ترکیبی که داشت خیلی نباید انتظار بازی سبک دیگه هم میداشتیم. اندونگ و کاکوتا اضافه بشن، ببینیم ترکیب چه شکلی میشه. تاج به جای معذرت خواهی از یک تیم سیستم داوری را درست کنند. درخشان پرسپولیس گاریدو را با یک بازی قضاوت نکنیم. آی درخشان کمتر حرف بزن، خودتو با اردنگی و لگد و فحاشی از آفساید پلیس انداختن بیرون، نیست که هنوز ادب نشده، دلت برای فوشه بیشتر از طرف طرفدارای پرسپولیس تنگ شده. آقا معذرت خواهی به خاطر اشتباهی که اتفاق افتاده نشون دهنده شعور یه آدمه. حالا امکان داره یه سری‌ها نداشته باشن این شعور رو، یکی که این شعور رو داشته باشه به خرج بده اشکالی داره؟ تازه اسخایی مثلا به درد اون میخوره، حالا اسخایی کرد مثلا جام ما برگشت؟ نه، ولی بالاخره انقدر شجاعت داشته، شعور داشته که این کارو انجام داده. و دیدیم که وی آر هفته اول بود، آفساید پلیس مساوی کرد، استقلال برد. این استقلال حرفای زیادی برای گفتن دارد. عادل خانی عملکرد بازیکن جدید
بسیار خوب بود، کاملا موافقم، عمل کرد عالی بود. داستان پرسپولیس در دو کلمه: هوا را از من بگیر، زمین را نه. ببینیم حالا چی کار میکنه، ببینیم حالا واقعا میتونه بازی رو زمین خوب انجام بده یا نه. روزنامه بعدی که با هم بررسی میکنیم روزنامه ایران ورزشیه که بازم یه عکس بزرگ از بیرانوند کار کرده. گلر سابق راه دور زدن صفحه قرارداد را لو داد. اتهام بزرگ بیرانوند علیه پرسپولیس. جالبه که بهش میگه اتهام، چیزی که خود طرف گرفته، یعنی مشخصه تو حساباش اومده رو اسمش میذاره اتهام، نه اینکه یه چیز واقعی، نمیگه افشاگری، چون این اتفاق واقعا افتاده. وسط قلی‌زاده کار فرشاد رو سخت میکنه. بمب پرسپولیس برای جایگزینی ترابی. واقعا اگه قلی‌زاده بیاد پرسپولیس، همون آفساید پلیس، فکر میکنین یه دقیقه هم به فرشاد تیتا بازی میرسه؟ همچین پانچش میکنن به نیمکت، یه دقیقه هم بهش بازی نمیرسه مگر اینکه قلی‌زاده مصدوم بشه. جانشین عطی الله از ترکیه میآید. توافق پرسپولیس با لوکاس لیمای برزیلی. ببینیم یه دو سه ماهی آفساید پلیس دنبال دفاع چپ، هیچ کس هم حاضر نیست باشون قرارداد ببندیم. قهرمان جام جهانی طلایی پوش میشود. انفجار بزرگترین بمب لیگ در اصفهان. ببینیم حالا چه اتفاقی میفته. دلیل اصرار نکونام به جذب مدافع راست، رضاییان تنهاست. بله، رضاییان جانشین نداره، همه ی بازی ها رو نمیتونه رامین 90 دقیقه بازی کنه و بعد یه بازیای نگهش داریم برای بازیای مهمتر. وعده آرمان رمضانی به هواداران: باز هم گل میزنم، امیدوارم همینطور باشه، آرمان همیشه برامون گل بزنه. بالا: بعد از پایان مصونیت بازگشت عزت اللهی به لیگ قهرمانان آسیا. خب میدونید دیگه، اونا تو چمپیونز لیگ 2 یا همون لیگ قهرمانان آسیا قرار بازی میکنن و گروهشون هم که بهتون توضیح دادم تو ویدیوی قبلی، شعب الاهلی راحت میتونه مرحله بعدی صعود کنه به همراه سردار و سعید عزت. علیرضا محمدی: مدال المپیک رو با درآمد کارگری پدرم گرفتم. دمت گرم. واقعا آدم خیلی از کشتیگیرا و ورزشکارا رو میبینه لذت میبره چه خانواده هایی با شخصیتی دارن و چقدر با زحمت این بچه های شایسته رو بزرگ کردن. بعضی خانواده هم که رانتی بچه رو بزرگ کردن، از نمره خریدن و از این حرفا، حالا هم که بخوام برن بچه رو به زود بچپونن که پزشکی بخونه. ژیمناستیک در لس آنجلس 2028 مدال میگیرد. الفتی: من علیپور با دست خالی به المپیک رفتیم. آیا الفتی رو من فینال پرش خرکش رو دیدم، واقعا شانس مدال داره. یعنی فکر نکنیم ما میگیم مدال المپیک توی ورزش ژیمناستیک رویا پردازی بزرگه، نه، واقعا به نظر من ممکنه، فقط بعد بدنش حفظ بشه و آماده تر بشه برای اون مسابقات. دبیر: 8 مدال کشتی 35% توانایی ماست. طلایی های کشتی 100 میلیارد پاداش میگیرن. یه افشاگری تقریبا دبیر کرده، میگه که آقا شما مثلا میگین که آقا کسی که طلا میگیره 18 میلیارد میگیره، 20 میلیارد میگیره، 25 میلیارد میگیره. میگه نه، وقتی شما طلای المپیک میگیری با جوایزی که از شهر خودت میگیری، از ثروتمندان شهر خودت و دولت و حکومت و کلا مردم اهالی و ورزش دوست، مردم اهالی اون ورزش، اهالی اون شهر میگیری، بالای 100 میلیارد میتونی پول در بیاری، زمین و از این حرفا بگیری و خیلی میارزه و خودشون تجربهشو داشته. من حرفشو قبول میکنم. نمیدونم چه کسی مقصر است، لک نوید کیا همین امروز برود حق دارد. میدونی بازی که مثل رفسنجان مقابل تراکتور انجام داد فقط 13 تا بازیکن داشت، 11 تا رو فرستاد تو زمین و دو نفر روی نیمکت بودن و هیچ کاری نوید کیا نمیتونست بکنه و بازی رو به تراکتور باخت. تراکتوری که بسیار بسیار آماده خودشو رسون به بازی با آفساید پلیس و همه منتظرن ببینن با وجود وی آر و این ترکیبی که داره میتونه آفساید پلیس رو ببره یا نه. بیرانوند که خیلی انگیزه داره، به قولی یه دهنی از این آفساید پلیسیا صاف بکنه. روزنامه بعدی که با هم بررسی میکنیم روزنامه استقلال جوانه. روزنامه استقلال جوان یه تیتر زده اینجا: ستاره تازه وارد با یک گل زده و تاثیرگذاری روی یک گل، تاثیرگذار مثل اسلامی. خوشحالیش هم باحال دیگه، نشسته انگار داره پلی استیشن بازی میکنه. استقلال نباید به پیروزی اقتصادی عادت کنه. علیرضا اکبرپور: وی آر زودتر اومده بود، خیلی از قهرمانی ها تغییر میکرد. 100% موافقم، عمرن آفساید پلیس انقدر جام داشت. حالا از این به بعد وی آر است دیگه. ببینیم از الان تا 10 سال آینده آفساید پلیس چند تا جام میگیره، اون وقت یه ملاک درستی دست و میاد که چقدر قهرمانی گذشتهشون سالم بوده. بالا: اشاره درست نکنم به موضوع صفحه قراردادها، دستمون عملا در آسیا بسته است. مصاحبهش کامل تحلیل کردم. حسینی: نشان داد لایق دستکش طلا هست. مراغچیان: ای کاش وی آر از چند سال قبل به ایران اومده بود، واقعا ای کاش. کاپیتان استقلال: نشان داد که بهترین از سید غفار جعفری. عکس العمل های حسینی فوق العاده بود، اونی که با دست چپ در آوردتون بادی که می اومد اصلا یه حرکت افسانه‌ای بود. من فکر میکنم اون بهترین رفلکس سال باشه. قطعی شد استقلال ملوان در شهر قدس برگزار می شود که خب بالاخره ورزشگاهی که بعد میزبانی بکنیم از ملوان مشخص شده و اینم عکسیه که
از این قضیه بیرون اومده و زده برای بازی بعدیمون نیکس مچ، بعد بریم ورزشگاه قدس بازی بکنیم که سید حسین و سهرابیان رو روی عکس گذاشتن، بعد ببینیم حالا چه اتفاقی میفته. من که امیدوارم بتونیم تو بازی دوم ملوان رو هم ببریم. ملوان تیم جوونیه مثل شمس‌آذر و اون هماهنگی لازمو نداره. به نظر من شمس‌آذر از ملوان تیم بهتری بود. امیدوارم ملوان رو هم تو گام دوم شکست بدیم. بریم سراغ ادامه روزنامه استقلال جوان. اینجا استقلال دست بالا رو نسبت به حریف داشت. ایوب اصغرخانی خدا رو شکر وی ای آر بود. باد روی بازی هر دو تیم تاثیر گذاشته بود. فریبا گرفتن سه امتیاز در خانه حریف لذت بخش است. دقیقاً همینطوره. انگیزه های بالای رضاییان مشهود بود. نعل چگر بازی با ملوان به مراتب سخت‌تر است. نه من برعکس فکر می‌کنم. انگیزه زیادی دارم و استارت خوبی داشتم. آرمان رمضانی از فصل قبل تیم بهتری داریم. مصاحبهشو گذاشتم براتون. کاملاً هم باهاش موافقم. تیممون نسبت به تیم سال گذشته قوی‌تر شده. روزنامه بعدی روزنامه آوای استقلال. از اون بالای بالا شروع کنیم. ایراد بزرگ وی ای آر های لیگ برتر. تماشای صحنه‌های مشکوک ممنوع. من مخالفم. به نظر من تمام صحنه باید چک بشه. وقت اضافه بگیرن 10 دقیقه 15 دقیقه اصلا 18 دقیقه، مثل بازی المپیک، مثل بازی‌های بین المللی که زیر نظر فیفا برگزار میشه. همه صحنه‌ها چک بشه که حق تیمی ضایع نشه. افزایش سهمیه پرسپولیس غیر قانونی است. نوری درویش برای فدراسیون فوتبال قانون می‌گذارد. امیدواریم یه مقداری فدراسیون فوتبال بفهمه داره چی کار میکنه. زشته برای یه فدراسیون فوتبال که بشه کارگزار یه تیم خاص. اعتراف پشت اعتراف علیه قهرمان جعلی. افشاگری بیرانوند از پرداختی‌های غیرقانونی پرسپولیس که کاملا توضیح دادم. تخت گاز به سمت قهرمانی به روید آینه کنان. برد اقتصادی و خاطرات خوشی که از آن نداریم. منم باهاش موافقم ولی گفتم بعد دستش پرتر بشه. نقش پررنگ رامین رضایی در برتری استقلال. آقای سوپر استار وارد می شود. استقلال ملوان در ورزشگاه شهر قدس و اینجا تاج اصلی ترین حامی پرسپولیس. انتقال قلی‌زاده توسط رئیس فدراسیون فوتبال. مسی که فدراسیون فوتبال خیلی کمک کرده برای اینکه قلی‌زاده به پرسپولیس بیاد، به خاطر اینکه قوانین اومدن عوض کردن برای سربازی و اینا که اصلا برای قلی‌زاده این اتفاق بیفته. حالا که روزنامه استقلال رو گفتیم یه توضیح هم بدم که استقلال یه بازی دوستانه انجام داد دیروز و تونست حریفش رو 6-1 ببره که خب تیم ضعیفی بود، خیلی بردن اون قضیه به نظر من اهمیت خاصی نداره. اما مهم اینه که تو اون بازی کاکوتا دوتا گل زده، اندونگ یه گل زده، زیلیکیچ یه گل زده، یه گلم کوشکی زده و این تصاویر هم ازش در اومده. این عکس زیبایی که از کاکوتا داریم میبینیم با لباس استقلال شماره 30 که به نظر میاد از نظر جسمانی و عضلاشو که نگاه میکنیم به نظر میاد کاملا آماده بازی هست. این عکس هم از اندونگ در اومده که کنار سامان فلاح که به نظر میاد اون هم کاملا آماده بازی و فقط بعد منتظر باشیم که کارت بازیش صادر بشه تا بتونیم ازش استفاده بکنیم. و این عکس هم از کوشکیه. خود من استایل کوشکی رو بسیار بسیار میپسندم و فکر میکنم امسال به کمک اون بیاد. اصلا مثل ذخیره‌های ضعیف سال گذشتمون نیست. روزنامه بعدی که با هم میخوایم بررسی بکنیم روزنامه شوته. روزنامه شوت باز بیرامند رو داره. فایل صوتی بیرامند پرسپولیس قانون را دور زده است. بیرو علیه پرسپولیس شمشیر را از رو بست. بعد ببینیم چه اتفاق میفته. دلبری برای پرسپولیس با پاس سردنشینی رضانامه 1.5 میلیون دلاری قلی زده. خود رسانه های آفساید پلیس میگن که از سقف قراردادشون تا الان 100 میلیارد مونده. اگر قلی زده 1.5 میلیون دلار فقط رضایت نامش باشه میشه نزدیک 90 میلیارد تومان و قراردادش هم قطعا 10 میلیارد نیست که بیاد آفساید پلیس بازی کنه، حتی قرضی. بنابراین اگر قلی‌زاده رو بخرن قطعا سقف رو رد میکنن، دفاع چپ هم نمیتونن بخرن طبق ادعایی که خود رسانه های آفساید پلیسی کردن. بنابراین بدونین اگر آفساید پلیس قلی‌زاده رو بگیره یه دفاع چپ هم بگیره قطعا سقف رو رد کرده. بالا موسوی و غفور دعوت نشدن که محروم شدن. تقوی دوران بازیکن سالاری تمام شده است. ببینیم چی میشه تو والیبال. قهرمانی الهلال با تحقیر النصر. رونالدو خوابیدید که عکس جالبی بود. بعد از این گل خوردن یه علامت این شکلی نشون داد که تیمون خیلی داغونه و اصلا انگار تو جریان بازی نیستن. گل محمدی رنگرز و نکونام در پیاده روی اربعین. با هیچ کشتیگیری شوخی ندارم. دبیر طلایی ها بالای 100 میلیارد گیرشان میاد که کاملا توضیح دادم. تاج باید به خاطر سالهای قبل هم عذرخواهی کند. اکبرپور وی ای آر زودتر می آمد. خیلی از قهرمانی ها تغییر می کرد. دقیقا همینطوره. تمام قهرمانی هایی که آفساید پلیس داشته به کمک داور بوده و امکان نداشته که این تیم با این سطح بتونه
موفقیتی کسب بکنه. روزنامه بعدی که با هم بررسی میکنیم روزنامه محبوب خودم تماشاگره که سمت چپ نوشته مشق وی آر، که به نظر من باید یه مقداری از وی آر بهتر استفاده کنیم و امیدوارم که تعدادشون هم بیشتر بشه و بتونیم همه جا استفاده کنیم. بعد این ورزاده شوخی وی آر کمک داور ویدیویی فعلا برای همه بازی ها نیست و در همان مسابقات مورد استفاده هم تصاویر واضحی به تلویزیون و مخاطبان نمیدهد. پله پله باید روش کار بشه و بهتر بشه. قطعا نیازمون هست. یه کانال آفساید پلیسی رو دیدم و یه خانومی بود کامنت گذاشته بود که گل استقلال آفساید بود به شمس‌آذر. یعنی واقعا اینا انقدر تو توهم زندگی میکنن، انقدر مزخرفات باشگاه و کانال های تلگرامیشون رو دنبال میکنن، اصلا مغزشون هک شده، هیچی کلا نمیفهمن. یعنی هر موقع نتیجه نگیرن حتما تقصیر بقیه است، هر موقع هم که نتیجه بگیرن شایستگی خودشونه. توی دنیای ذهنی دارن زندگی میکنن، واقعا لذت بخش براشون، خوشحالشون. من میگم قبلا هم گفتم خوشحال آفساید پلیس که همچین طرفدارایی داره که کلا از ما عقلشون استفاده نمیکنن. روزنامه بعدی که با هم بررسی میکنیم روزنامه فرهیختگانه. چاشنی بم کشیده شد. گزارش فرهیختگان از توافق اولیه پرسپولیس علی قلی‌زاده، ببینیم چی میشه. کامبک حسینی در فیفا دی. دروازه‌بان استقلال بعد از نمایش درخشان در قزوین دوباره به تیم ملی دعوت میشود. امیدوارم این اتفاق بیفته و کسی که بهترین دروازه‌بان ایرانه توی دروازه تیم ملی هم وایسه. رکورد تیم مجید در بازی با مس رفسنجان شکسته می شود. استقلال 3 قدم تا بهبود رکورد رویایی. ما یه رکورد تاریخی داشتیم زمان فرهاد مجیدی که 30 بازی پشت سر هم نباختیم و اگر الان نکونام دو تا بازی دیگه نبازه میتونه با رکورد مجیدی مساوی بکنه و یه دونه دیگه نبازه میتونه رکورد مجیدی رو بشکنه. نکونام کلن باختن و بلد نیست. سرمربی اسپانیایی پیگیر وضعیت قلی‌زاده. گاریدو روی سرلک حساب نمی‌کنه. کی روی سرلک حساب میکنه که این بخواد حساب بکنه؟ از یه طرف AFC روی حق پخش اصرار دارد، از سوی دیگر قوانین داخلی میگوید حد اکثر تا مهر ماه باید وضعیت حق پخش فوتبال مشخص شود. 2 ماه طلایی برای گرفتن حق فوتبال. اگر حق پخش تلویزیونی به فوتبال برسه مطمئن باشین انقدر ثروتمند میشن که دیگه نیازی به هیچ چیزی ندارن. روزنامه بعدی که با هم بررسی میکنیم روزنامه صدای سپاهان به خاطر این آقا. راضی از جذب انزونزی. میبینین که دستش هم روی کاپ جام جهانیه و آدم بسیار بسیار بزرگی و بعد ببینیم چقدر میتونه بهشون کمک کنه. اسارات تکان دهنده علیرضا بیرانوند در پرسپولیس دریافتی خارج از قرارداد داشتیم، اینو که همه میدونستیم. برنامه بازی سپاهان در لیگ قهرمانان اعلام شد. ماجرای جدید در 27 شهریور آغاز میشود که توی ویدیویی که بازی لیگ نخبگان استقلال و پرسپولیس رو بررسی کردم به بازی تراکتور سپاهان هم پرداختم که میتونید اون ویدیو رو ببینید. هواداران سپاهان که از عدم جذب بازیکن خارجی با کیفیت ناراضی بودن، با ورود استیون انزونزی بازیکن نامدار تیم ملی فرانسه به اسفاد، بخشی از انتظارات آنها در حال برآورده شدن است. ببینیم قرارداد میتونن ببندن یا نه. محمد امین حزباوی برای موفقیت تیم حسابی تلاش میکنیم. هواداران سپاهان از ما حمایت کنن. امیدوارم این اتفاق بیفته و سپاهان بتونه تو چمپیونز لیگ 2 قهرمان هم بشه. چه سپاهان باشه چه تراکتور برای من فرقی نداره، ولی دوست دارم از ایران قهرمان داشته باشیم. حسین گودرزی گام اول رو محکم برداشتیم، با قدرت ادامه میدهیم. امیدوارم همین طور باشه و بتونن فوتبال جذابی رو ارائه بدن. اما برسیم به یه افشاگری در مورد روزنامه‌های دیروز که من الان این عکسو براتون میذارم. نگاه کنیم همه تیترای روزنامه‌ها در مورد چیه؟ در مورد VAR، برد ویدیویی، برد جواد، وار رو یه جور دیگه نوشته که VAR باشه. یعنی همه روزنامه‌ها به این پرداختن که استقلال VAR براش مهمه. یه جمعه میتونه نگاه کنیم، میتونه طعنه به آفساید پلیس باشه که بگن آقا اگر شما قبلا قهرمانی میووردی نتیجه میگرفتین، VAR نبوده که نتیجه گرفتین، اگر باشه استقلال نتیجه میگیره. و یه طرف هم میتونه طعنه به استقلال باشه که بگه کمک داور ویدیویی گرفته، که به نظر من اگر دومی باشه یه گل به خودی به خودشونه. کمک داور ویدیویی باید وجود داشته باشه تا حق به حقدار برسه و اینکه استقلال کمک داور ویدیویی به نفع شده، خب این چیزی بوده که به حقش عملا رسیده و مشکلی پیش نمیاد. امیدوارم تا آخر فصل همه بازی‌های استقلال و آفساید پلیس با VAR برگزار بشه تا ببینیم کت واقعی تنه کیه.